شامگاهی شبکه ایتن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تیوی و در شامگاه پنج شنبه 15 آگوست سال 2013 به همراه همکار شادی شفیعی. مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم، با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به بررسی مواضعه دولت و آمریکا درباره حوادث خونبار مصر. در مطلبی تحت عنوان وزیر خارجه ایالات متحده از تشدید درگیری در مصر انتقاد کرد. این اکثر فصل مهمترین خبرها. مجلس شورای اسلامی ایران به وزیران پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش رأی اعتماد نداد. مهدی کروبی که برای عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شده بود به محل حبس خود در یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات ایران بازگردانده شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک نفتکش هندی را که مشغول حمل نفت عراق در آب‌های خلیج فارس بود توقیف کرد. تولید انواع خودرو در ایران طی 4 ماهه نخست سال جاری خورشیدی 46.3% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. انفجار شدید حومه جنوبی بیروت موسوم به زاهیه پایگاه حزب الله لبنان را لرزاند و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. دولت مصر اعلام کرد تعداد کشته‌های عملیات سرکوب هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به 525 نفر رسیده است. روز پنج شنبه 15 آگوست بر اثر انفجار چندین خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد پایگاه عراق دست کم 23 تن کشته و ده ها زخمی شدند. یک بدلکار حرفه‌ای که در مراسم افتتاحیه المپیک لندن در قالب جیمز باند ظاهر شده بود در یک حادثه پرش از هلیکوپتر کشته شد. اینک مشروع اخبار. پس از 4 روز بررسی سابقه و برنامه وزیران پیشنهادی دولت 11 در مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه 24 خرداد کابینه دولت حسن روحانی به رأی گذاشته شد و وزیران پیشنهادی علوم، آموزش و پرورش و ورزش رأی اعتماد نگرفتند و این در حالی بود که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از خواندن نتایج رأی‌گیری از اینکه رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی به پرسش‌ها و انتقادهایی که گاهی به گفته او گزنده بود پاسخ داده‌اند تشکر کرد. به گزارش ایرنا مطابق با نتایج اعلام شده محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر که افراد پیشنهاد شده برای وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان بودند از مجلس رأی اعتماد نگرفتند و این در شرایطی بود که نجفی و میلی فرد به دلیل سوابق سیاسی خود و نزدیکی و همکاری با نامزدان منتظر به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 میر حسین موسوی و مهدی کروبی با انتقادهای شدیدی از سوی اصولگرایان تندرو روبرو شده بودند. یادآور می‌شود آخرین دفاع روحانی از وزیران پیشنهادی دولت 11 72 دقیقه طول کشید و به وقت محلی اندکی بیش از ساعت 8 شب پنجشنبه خاتمه یافت.
حسن روحانی در بخشی از سخنان خود 18 وزیر پیشنهادی را فرماندهان کهنه‌کار خواند و گفت رأی مجلس هر چه باشد او و همکارانش به آن احترام می‌گذارند. و خبری از رهبران زندانی جنبش سبز ایران. مهدی کروبی از رهبران زندانی جنبش سبز ایران که برای عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شده بود به محل حبس خود در یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازگردانده شده و درمان او در آنجا پیگیری می‌شود و این در حالی است که مهدی کروبی 75 ساله که مبتلا به بیماری‌های مختلف است بیش از 900 روز است که در حبس به سر می‌برد. در این میان وبسایت سهام نیوز روز پنجشنبه 24 مرداد گفتگویی با فاطمه کروبی همسر وی را منتشر کرده که او در آن گفته است مهدی کروبی بعد از 2 روز بستری بودند در بیمارستان و انجام یک عمل آنژیوگرافی بار دیگر به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده و درمان وی در آنجا پیگیری می شود. بنابر این گزارش مهدی کروبی روز 7 مرداد برای انجام برخی آزمایشات و امور درمانی در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود و به گفته محمد حسین کروبی علت انتقال پدرش به بیمارستان خوب نبودن حال او و درد کتف بوده و در آنجا مشخص می شود که مهدی کروبی علاوه بر گرفتگی رگ قلب و نیاز به عمل انجام آنژیوگرافی از غلظت و چربی بالای خون نیز رنج می برد. به نوشته سهام نیوز او در مدت حبس 2 ساله در ساختمان وزارت اطلاعات از هوای آزاد و نور مستقیم برخوردار نبوده و سلامتی او به شدت به خطر افتاده. و خبری از توقیف نفتکش هندی در خلیج فارس. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک نفتکش هندی را که مشغول حمل نفت عراق در آبهای خلیج فارس بود توقیف کرده است. روزنامه تایمز هند پنجشنبه 15 آگوست با استناد به یک منبع آگاه نام نفتکش توقیف شده را امتی دشانتی معرفی کرده و گزارش داده است که مقصد نفتکش یاد شده هند بوده است. بنابراین گزارش نفتکش یاد شده متعلق به شرکت کشتیرانی هند بوده و مشغول حمل نفت عراق، کشوری که جایگاه دوم ایران در تامین نفت وارداتی هند در سالهای گذشته را هم‌اکنون در اختیار دارد بوده است. گفتنی است این منبع که نامی از وی برده نشده است گفته است که نفتکش یاد شده عصر روز گذشته در آبهای بین المللی در حالی که در آبهای تحت حاکمیت ایران وارد نشده بود توسط نیروهای سپاه توقیف و مجبور به حرکت به سمت بندرعباس شده است. در این میان سپاه پاسداران گفته است که نفتکش هندی به خاطر آلوده کردن آبهای خلیج فارس توقیف شده. اما منبع هندی به این روزنامه گفته است که استدلال ایران چندان منطقی به نظر نمی رسد و احتمالاً انگیزه سپاه برای توقیف نفتکش قدرت نمایی و خاطر نشان کردن قدرت کنترل تردد نفتکش ها توسط جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس بوده است. و خبری از کاهش تولید خودرو در ایران. تولید انواع خودرو در ایران طی 4 ماه نخست سال جاری خورشیدی 46.3% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو طی ماه جاری نیز نسبت به تیر ماه سال گذشته با افت 36.6% مواجه شده و از 88638 دستگاه به 61534 دستگاه کاهش یافته است. بنابراین گزارش تولید انواع خودرو در 4 ماه نخست امسال نیز از 339835 دستگاه به 182353 دستگاه رسیده است. گفتنی است افت چشمگیر تولید خودرو در 4 ماه منتها به تیر ماه در حالی است که بر اساس گزارش‌های ماهانه گمرک ایران از 10 مرداد منتشر شد. صادرات خودرو ایران در این دوره نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیش از 92% کاهش یافته است و به 10 میلیون دلار افت کرده است.
این در شرایطی است که ایران طی این 4 ماه 266 میلیون دلار واردات خودرو داشته است که تقریبا برابر با حجم واردات خودرو در 4 ماه اول سال گذشته است. در این میان انجمن قطع سازان خودرو نیز اخیراً اعلام کرده که از سال گذشته تا کنون حداقل 122 هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو به دلیل نوسان‌های اقتصادی کار خود را از دست دادند. و خبری از لبنان، انفجاری که شاهدان عینی آن را شدید توصیف کرده اند، حومه جنوبی بیروت موسوم به زاهیه، پایگاه حزب الله لبنان را لرزان و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و این در حالی است که با توجه به گستردگی خسارات وارده و به آتش کشیده شدن شماری از ساختمان‌های اطراف محل حادثه، احتمال افزایش شمار قربانیان می‌رود. به گزارش الجزیره، خبرگزاری رسمی لبنان شمار کشته ها را 24 و شمار زخمی ها را 200 نفر اعلام کرده است. بنابراین گزارش، شدت انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان های اطراف را شکست و آسیب هایی به بسیاری از ساختمان ها وارد آمد. آتش همچنین در 3 ساختمان محل انفجار شعله ور شده و این در شرایطی است که نیروهای آتش نشانی برای خاموش کردن آتش و تخلیه ساکنان محاصره شده در این ساختمان ها تلاش می کنند. به گفته شاهدان عینی، انفجار در خیابان الرئیس در نزدیکی مجتمع سید الشهدا روی داده که حزب الله لبنان بیشتر برنامه‌های خود را در این مجتمع برگزار می‌کند. گفتنی است پس از وقوع انفجار، منطقه محل حادثه توسط نیروهای امنیتی و نیروهای وابسته به حزب الله محاصره شده و از ورود خودروها ممانعت به عمل می‌آید. یادآور می‌شود هنوز خبری دقیق درباره عامل انفجار در دست نیست و اخبار غیر رسمی انفجار را ناشی از یک خودروی بمب‌گذاری شده عنوان می‌کنند، اما مقام‌های رسمی هنوز این اخبار را تایید نکردند. و خبری از افزایش شمار کشته شدگان حوادث دیروز مصر. دولت مصر اعلام کرد تعداد کشته‌های عملیات سرکوب هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور، به 525 نفر رسیده است و این در حالی است که هزاران نفر هم در این عملیات زخمی شدند. به گزارش بی بی سی، عملیات خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مصر روز چهارشنبه در نقاط مختلف شهر قاهره و برای پراکنده کردن معترضانی انجام شد که در حمایت از محمد مرسی و اخوان المسلمین تحصن کرده بودند. بنابراین گزارش، بیشتر تلفات این کشتار مربوط به پایتخت مصر است، اما ناآرامی‌ها به شهرهای دیگر مصر هم کشیده شده و تلفات و خساراتی بر جای گذاشته است. در این میان خالد از الرب، خبرنگار بی بی سی در قاهره، گزارش داده است که 140 جسد پیچیده در کفن را در مسجد ایمان در نزدیکی میدان رابعه ادویه، مرکز تحصن معترضان، دیده است. و اما از سوی دیگر، اخوان المسلمین حامی اصلی محمد مرسی قصد را تا در اعتراض به کشتار هوادارانش تظاهرات برگزار کند. به گفته این سازمان، تعداد کشته شدگان عملیات نیروهای پلیس و ارتش مصر بیش از 2000 نفر است. یادآور می شود آمریکا و بیشتر کشورهای غربی اقدام نیروهای امنیتی مصر را محکوم کردند و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه آن را کشتاری بسیار جدی نامیده است. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه شامگاهی اخبار توجه شما را به دیدن توصیه پزشکی امشب جلب می‌کنم که توسط دکتر مهدی شیدایی به سمع و نظرتان می‌رسد. ستون فقرات، هممون شنیدیم، میگن که ستون فقرات هم مشکل داره و ستون فقراتی است خیلی خوب بزرگه، یعنی نیست که فقط یه قسمت باشه، قسمت‌های مختلف داره و دردای متفاوت باهاش می‌تونه بیاد. منتهیاتون نره، ستون فقرات جایی هستش که شما نخاعتون که از مغزتون میاد بین از لای ستون فقرات رد میشه و از این نخاع شروع میکنه شاخه شاخه عصبا میاد بیرون و هر کدوم از این عصبا وظایف مخصوص خودشون دارن. عصبای بالایی میتونن برن توی پایه سرتون باعث سردردا بشن، مشکلات تنفسی بشن. عصبای پایین‌تر که هم توی پیش میایم میزنه به دستا و شونهاتون، پایین‌تر از اون میاد میره توی معده و روده‌تون، پایین‌تر از اون عصبایی که از کمر میاد پایین میزنه تو پاهاتون و تا کف پا میره و قسمت‌های مختلف بدن. خیلی از موقع هستن که افراد معده درد دارن، این معده درد میتونه به خاطر مشکل توی ستون فقرات شما باشه. اگه مدت هاست معده درد دارین و
این معده درد با دارو با جاهای مختلف رفتین خوب نشده، دکتر کایروپراکتور خودتون رو ببینین، شاید بتونن با یه حرکتایی با یه درمانهای مخصوص روی ستون فقراتون، عصبی که گرفتار شده توی عصبی که گرفتار شده که داره میره به معدتون، بتونن این عصب رو رهاش کنن و بتونه مشکلات معدتون رو برطرف کنه. خیلی افرادی داشتیم که حتی آسم داشتن، مشکلات تنفسی داشتن، همین معده درد داشتن اینا، و با درمانهای کایروپراکتیک حالشون خوب شده. و خبری از بمب‌گذاری‌های مرگبار در عراق. روز پنجشنبه 15 آگست بر اثر انفجار چندین خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 23 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حملات هم در محلات سنی نشین و هم شیعه نشین بغداد رخ داده است. به گزارش رویترز، 5 خودروی بمب‌گذاری شده در نقاط مختلف شهر منفجر شدند که یکی از این خودروها در کنار منطقه سبز که از نظر امنیتی به شدت حفاظت شده است منفجر شده است. و این در حالی است که بسیاری از ساختمان‌های دیپلماتیک و دولتی در منطقه سبز بغداد واقع شدند. بنابراین گزارش، مرگبارترین انفجار در محله کاظمیه در شمال بغداد روی داد که بر اثر آن 7 نفر کشته شدند. همچنین در انفجار دیگر 6 نفر در یک ایستگاه اتوبوس در منطقه خادمیه در شمال بغداد کشته شدند. گفتنی است روز چهارشنبه 14 آگست هم در 2 انفجار در شهر یعقوبه در شمال شرق بغداد دست کم 14 نفر کشته شدند. یکی از بمب‌ها در کافه نزدیک مرکز شهر و دیگری در خیابان منفجر شد. یادآور می‌شود در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در عراق به شدت افزایش پیدا کرده که در بیشتر این حملات مناطق شیعه نشین توسط گروه‌های مسلح سنی هدف قرار گرفته شدند، اما مناطق سنی نشین هم مورد حمله واقع شده است. و خبری از کشته شدن بدل جیمز باند در المپیک لندن. یک بدلکار حرفه‌ای که در مراسم افتتاحیه المپیک لندن در قالب جیمز باند ظاهر شده بود، در یک حادثه پرش از هلیکوپتر کشته شد. به گزارش بی بی سی، مارک ساتن بریتانیایی روز چهارشنبه 14 آگست در جریان پرش با لباس بالدار در اطراف شهر مارتینی سوئیس درگذشت. بنابر این گزارش پلیس میگوید علت این حادثه هنوز معلوم نیست، اما به نظر میآید آقای ساتن در برخورد با لبه یک صخره جان خود را از دست داده است. و این در حالی است که آقای ساتن 42 ساله و افسر سابق ارتش بوده است و در روز حادثه از هلیکوپتری در ارتفاع 3300 متری پریده بود و قصد داشت در روستایی در مرز فرانسه فرود آید، اما این بدلکار حرفه‌ای در هنگام فرود با لبه یک صخره برخورد کرده و به شدت زخمی شده. و به گفته امدادگران او به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است. گفتنی است آقای ساتن در نقش بدل دانیل کریک، هنرپیشه جیمز باند، و یک بدل دیگر که در قالب ملکه بریتانیا ظاهر شده بود در صحنه‌ای به یاد ماندنی در المپیک لندن بعد از پرش از هلیکوپتر با چتر در داخل استادیوم محل برگزاری مراسم افتتاحیه فرود آمدند. یادآور می شود پرش با لباس مخصوص بالدار به فرد پرنده اجازه می دهد تا قبل از باز شدن چتر مدتی در آسمان پرواز کند.
بینندگان عزیز، اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی مواضع دولت آمریکا درباره حوادث خونبار مصر. در مطلبی تحت عنوان وزیر خارجه ایالات متحده از تشدید درگیری در مصر انتقاد کرد. در حالی که در بحران سیاسی مصر بسیاری از دو جناح درگیر آمریکا را به جانبداری از طرف مقابل متهم می‌کنند، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از تشدید درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه اخوان المسلمین انتقاد کرده و خواهان پرهیز از خشونت بیشتر شده است. توجه شما را به دیدن گزارشی درباره موضع دولت باراک اوباما درباره وقایع مصر جلب می‌کند. صحنه‌هایی که آمریکا آن را منزجر کننده می‌خواند. اوضاع متشنج مصر دولت باراک اوباما را هم به شدت نگران کرده. واشنگتن با اعلام حالت فوق‌العاده در مصر مخالف است. حمله نیروهای امنیتی به طرفداران اخوان المسلمین را هم قویاً محکوم کرده. مردم مصر چه در داخل و چه در خارج دولت باید گامی به عقب بردارند. باید وضع را آرام و از کشته شدن افراد بیشتر پرهیز کنند. اوضاع ناآرام مصر ما تعطیلات تابستانی باراک اوباما را برهم نزده. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحولات مصر را زیر نظر دارد از استراحتگاهش در ایالت ماساچوست. آقای اوباما هنوز اذعان نکرده که در مصر کودتایی رخ داده. اقدامی که به گفته ناظران میتواند به قطع کمک‌های میلیاردی واشنگتن به ارتش مصر منجر شود. آمریکا حداقل باید نشان دهد که پیامدهای اقدام ارتش مصر را درک می‌کند. آمریکا باید تمام گزینه‌هایش را برای مهار ارتش بررسی کند. مسلماً اخوان المسلمین از دید آمریکا قهرمان نیست، اما کاری که ارتش کرده مصر را بسیار بی‌ثبات‌تر خواهد کرد. آمریکا سالانه کمک‌های به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون دلار در اختیار ارتش مصر قرار می‌دهد. اقلامی مانند جت‌های F-16. از طریق این مشوق‌ها است که واشنگتن در 3 دهه گذشته به حفظ پیمان صلح اسرائیل و مصر کمک کرده. به عبارتی به حفظ آرامش مرز استراتژیک صحرای سینا. اما افزایش خشونت‌ها در مصر می‌تواند نظر واشنگتن به ارتش مصر را عوض کند. قطع کمک‌های نظامی به مصر این پیام را می‌فرستد که آمریکا شدیداً از رفتار ارتش ناخشنود است. این گزینه الان بیش از همیشه مد نظر است. کمک به برقراری ثبات در مصر به چالشی از این پیش روی واشنگتن تبدیل شده. در مقطع فعلی هم ارتش و هم طرفداران اخوان المسلمین به نیات واشنگتن تردید دارند. دولت آمریکا خواهان سهیم شدن تمام احزاب مصر در یک روند سیاسی دموکراتیک است. نگاهی آرمانگرایانه که به نظر نمی‌رسد تحولات مصر چندان با آن همخوانی داشته باشد. کامبیز فتاحی. بینندگان عزیز، با خاتمه یافتن برنامه شامگاهی اخبار و تفسیر خبر، ضمن سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بوده اید، از طرف خود و همه همکارانم در واحد خبر شبکه جهانی تن تیوی تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. روز و روزگار بر همگان خوش. شامگاهی شبکه تن با شهرام.